کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. پادشاه آمورو زنهای دیگری هم داشت که دختران رؤسای قبایل بودند، ولی فقط برای ابراز وفاداری به منازل آنها می رفت و به من گفت میل ندارد وقت خود را با آنها بگذراند. ولی چون آنها دختران رؤسای قبایل هستند، باید با آنها مدارا نماید تا اینکه بین او و رؤسای قبایل کدورت به وجود نیاید. پادشاه آمورو که می دانست من زیاد مسافرت کرده، کشورهای چند را دیده ام، لازم می دانست که نزد من خودستایی کند تا اینکه من بفهمم که وی از سلاطین دیگر کوچکتر نیست و ضمن خودستایی چیزهایی به من گفت که من یقین دارم پس از اینکه از کشور او رفتم از ابراز آن مطالب پشیمان می گردید. مثلا گفت که عمال او مأمور هستند که در ازمیر مصری ها را مورد آزار قرار بدهند و آن شب هم که من مورد حمله قرار گرفتم به دست عمال او مضروب شدم، ولی آنها نمی دانستند که من سینوهه هستم وگرنه مرا مضروب نمی کردند. و نیز سرباز مصری که در ازمیر کشته شده به دست عمال او مقتول گردیده است. پادشاه آمورو گفت آزار مصری ها در سوریه آنقدر از طرف وی ادامه خواهد داشت تا اینکه مصریان سوریه را رها کنند و بروند. و نیز می گفت سکنه ازمیر و سایر بنادر سوریه واقع در ساحل مردمی ترسو و محافظه کار هستند و جز سود خود نظر و هدفی ندارند، زیرا همگی سوداگر می باشند و به همین جهت باید یک مرد قوی دل اختیار نهضت ضد مصری را به دست بگیرد و مصری ها را از سوریه بیرون کند تا اینکه سوریه آزادی سابق را احراز نماید. گفتم برای چه تو اینقدر نسبت به مصری ها کینه داری؟ و من تصور نمی کنم که مصری ها بدتر از ملل دیگر باشند. پادشاه آمورو قدری ریش مجعد خود را نوازش داد و گفت من از مصری ها نفرت ندارم به دلیل اینکه تو مصری هستی، ولی از تو متنفر نیستم. من در کودکی در کاخ فرعون به سر می بردم و در آنجا بسیاری از چیزها را از مصریان آموختم و توانستم که دارای خط و استعداد خواندن شوم. سوابق زندگی من طوری است که باید مصری ها را دوست بدارم، نه اینکه از آنها نفرت داشته باشم. ولی تو سینوهه با اینکه یک طبیب بزرگ هستی و بسیاری از کشورها را دیده ای، چون سلطنت نکرده ای نمی توانی بفهمی که در نظر یک پادشاه و یک رئیس مملکت کینه چه معنی می دهد. یک پادشاه و رئیس مملکت با هیچ ملت سر کینه ندارد و در خود نسبت به هیچ قوم احساس خصومت نمی کند. ولی کینه در دست یک پادشاه و رئیس مملکت یک عامل نیرومند حتی قوی تر از اسلحه می باشد. پادشاه آمورو گفت تا مردم کینه نداشته باشند نمی توانند دست خود را که مسلح به شمشیر و نیزه است بلند کنند و فرود بیاورند. و یک رئیس مملکت که خود نسبت به هیچ ملت کینه ندارد باید در مردم کینه به وجود بیاورد تا اینکه بتواند به وسیله کینه آنها قدرت را بست دهد. و من هم کینه مصری ها را در سکنه سوریه به جوش می آورم و انقدر این کینه را تقویت می کنم که هر کس که اهل سوریه است یقین حاصل کند که بی‌رحم‌تر و پست‌تر و مهیل‌تر از مصری ها کسی وجود ندارد. و باید این خصومت و کینه توزی انقدر تقویت شود که هر مرد و زن سوریانی وقتی اسم مصری را می شنود بدنش از فرط نفرت مرتعش گردد و ایمان داشته باشد که مصری ها مخوفترین و خونخوارترین و بیرحمترین ملتی هستند که از آغاز جهان تا امروز آمدند و بعد از این هم بیرحمتر و هولناکتر از آنها به وجود نخواهد آمد. و وقتی کینه ملت سوریه نسبت به مصری ها به این پایه رسید، آن وقت این دشمنی آنقدر پرزور می شود که می تواند کوه را از جا تکان بدهد، تا چه رسد به بیرون کردن ارتش و حکام مصر از سوریه.
گفتم شما می دانید که اینطور نیست و آنچه شما می گویید حقیقت ندارد. پادشاه آمورو گفت حقیقت عبارت از چیزی است که من در عقل مردم سوریه جا بدهم، و وقتی من چیزی را در روح آنان جا دادم ایمان پیدا می کند که آن حقیقت است، و طوری این ایمان در آنها قوت می گیرد که اگر کسی برخلاف آن چیزی بگوید او را به قتل می رسانند. من به مردم سوریه اینطور القا می کنم که آنها برای این به وجود آمده اند که آزاد زندگی کنند، و آزادی چیزیست از لباس و غذا و خانه و از جان با ارزشتر. مردم بر اثر تلقینات من این حقیقت را قبول می نمایند و به قدری معتقد و علاقه مند به آزادی می شوند که حاضرند در راه آن از جان خود بگذرند، و هر کس که عقیده به آزادی دارد سعی می نماید که دیگران را معتقد کند. طولی نمی کشد که در تمام سوریه جز یک عقیده به وجود نمی آید و آن اعتقاد به آزادی است، و سکنه سوریه نمی فهمند که اعتقاد به یک چیز موهوم دارند، برای اینکه آزادی چیزی است که برای ملت سوریه و هیچ ملت دیگری وجود ندارد، بلکه دستاویزی است که من بدان وسیله مردم را اخفال می نمایم تا اینکه بتوانم خود در سوریه بمانم. و شما هم وقتی به سوریه آمدید عنوانتان این بود که قصد دارید سوریه را آزاد کنید، و با این عنوان که جهت عوام ظاهری درخشنده دارد تمام سکنه سوریه را غلام خود کردید و از آنها خراج می‌گیرید. گفتم آیا تو به آزادی عقیده نداری؟ پادشاه آمورو گفت نه، و تو که یک پزشک هستی نمیتوانی بفهمی که هیچ زمامداری عقیده به آزادی ندارد، بلکه با این عنوان مردم را فریب میدهد تا اینکه بتواند خود حکومت نماید. و من به مردم سوریه میفهمانم که باید آزاد باشند و آزادی را به دست نمیآورند مگر اینکه علیه مصر متحد باشند. و وقتی سکنه سوریه متحد شدند و به تصور خودشان آزادی را به دست آوردند، غافل از این هستند که برای من آزادی به وجود آوردند تا اینکه بر آنها حکومت کنم، و آنان باید مثل همیشه زحمت بکشند و خراج بدهند، منتها در گذشته خراج را به مصر میدادند و بعد من از آنها خراج میگیرم و پیوسته به آنها میگویم که شما سعادتمند تر از تمام ملل جهان میباشید زیرا آزاد هستید، و آنها نیز به عنوان آزادی دلخوش می شوند. سینوهه، تو نمی دانی که یک ملت مثل یک گله گوسفند است و باید او را به چیزی مشغول کرد تا اینکه بتوان بر او حکومت نمود، و یکی از بهترین وسایل برای مشغول کردن ملت این است که به او بگوید تو آزاد هستی و برای این به وجود آمده ای که آزاد زندگی کنی، و مردم چون عوام هستند هرچه بشنوند می پذیرند و آن را حقیقت می دانند، و عمده این است که آنقدر یک موضوع را در گوش مردم فرو بخواند که در روح آنها جا بگیرد. گفتم آیا میدانی که سخنان تو چقدر خطرناک است، و اگر فرمانده مصر بفهمد که تو چه نیتی داری عرابه‌های جنگی خود را به کشور تو خواهد فرستاد و این شهر را ویران خواهد کرد و تو را دستگیر خواهد نمود و سرنگون به دار خواهد آویخت، یا اینکه به تبس خواهد برد تا اینکه در آنجا به دار آویخته شوی. پادشاه آمورو گفت فرعون مصر نسبت به من اعتماد دارد برای اینکه صلیب حیات به من داده، و من برای خدای او یک معبد ساختم و او نسبت به من بیش از بعضی از سرداران خود اعتماد دارد. اینک بیا برویم تا اینکه من چیزی به تو نشان بدهم که سبب تفریح تو شود. من پادشاه آمورو به راه افتادم و او مرا به طرف حصار شهر برد، و من دیدم که مردی را از برای حصار سرنگون به دار آویختند. پادشاه آمورو گفت این مرد که میبینی یک مصری است، و اگر تردیدی در هویت او داری ختنه وی این تردید را برطرف مینماید. پرسیدم برای چه این مصری بدبخت را سرنگون به دار آویختند؟ پادشاه آمورو گفت این مرد محصل فرعون مصر بود و اینجا آمد تا از من مطالبه خراج نماید، و می گفت چند سال است خراج من به تأخیر افتاده و باید خراج چند سال را بپردازم. گفتم
وبال خون این مرد بدبخت بر گردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوبتی بزرگ خواهی شد، زیرا در مصر با همه چیز میتوان شوخی کرد جز با تحصیلدار فرعون که مأمور وصول خراج است. پادشاه آمورو خندید و گفت: من طوری ترتیب کار را دادم که فرعون به جای اینکه خشمگین شود نسبت به من اظهار رضایت خواهد کرد، که این تحصیلدار فاسد را به سزای او رسانیدم، زیرا بیش از 10 لوح پخته برای حکام مصر در سوریه فرستادم که این مرد پس از اینکه وارد سوریه و کشور من شد به زنها تجاوز کرد و به خدایان سوریه ناسزا گفت و در معبد ما مرتکب اعمال زشت‌تر گردید. و در قوانین ما نوشتند که اگر مردی بدون رضایت زن به اجبار با او تفریح کند، یا به خدایان ناسزا بگوید یا در معبد مرتکب اعمال کثیف شود، باید به قتل برسد. هرچه من بیشتر با پادشاه آمورو صحبت می کردم، زیادتر او را شبیه به هرمهوب فرمانده قشون مصر که مرا مأمور کرده بود در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم می دیدم. تفاوتی که این دو نفر داشتند این بود که پادشاه آمورو بیش از هرمهوب عمر داشت و مهیلتر از او بود، زیرا پادشاه آمورو در کشوری سلطنت میکرد که در قدیم سلاطین آن پیوسته با سایر پادشاهان سوریه میجنگیدند و آنها را به قتل میرسانیدند یا خود کشته میشدند، و اختلاف دائمی با همسایگان این نوع پادشاهان را در فن سیاست بصیر و استاد میکند. با اینکه پادشاه آمورو حیله‌گر و متحور به نظر می رسید، من فکر نمی کردم که او لیاقت سلطنت بر سراسر سوریه را داشته باشد و به او گفتم: تو گرچه در طفولیت در دیار مصر زندگی می کردی، ولی به مناسبت خردسالی نمی توانستی به عظمت و قدرت فرعون مصر پی ببری، و فرعون مصر بسیار ثروت دارد و می تواند یک قشون بزرگ را به سوی کشور تو بفرستد و این کشور را ویران کند، و تو نباید به قدرت خود مغرور شوی و تصور نمایی که می توانی با فرعون مصر پنجه در پنجه بیاندازی. وقتی روی کیسه روغن می مالند و منفذهای آن را مسدود می کند و آن را باد می نماید، کیسه متورم می شود و صاحب کیسه تصور می نماید که یک چیز بزرگ در دست دارد، ولی به محض اینکه سوراخی در کیسه به وجود آورد باد از آن خالی می شود و کیسه به شکل اول بر می گردد، و تو نیز اکنون مانند کیسه‌ای هستی که تو را باد کرده باشند و همین که سوراخی در تو پدید آید بادت خالی خواهد شد. پادشاه آمورو خندید و با این کار روکش طلای دندانهای خود را به من نشان داد و گفت: من ولو کیسه‌ای پر از باد باشم، همدستانی نیرومند دارم و آنها سلاطین بابل و حاتی هستند که برای بیرون کردن مصر از سوریه با من همدست شدند. گفتم: فریب همدستی سلاطین بابل و حاتی را نخور، زیرا یک شغال ممکن است که برای شکار جانوران با شیر متحد شود، ولی بعد از اینکه جانوری را صید کردند بهترین گوشت‌ها را شیر خواهد خورد و برای شغال غیر از معده و روده باقی نخواهد ماند. این دو پادشاه هم که برای بیرون کردن مصر از سوریه با تو هم دست شده اند، قصدشان این نیست که تو پادشاه سوریه شوی، بلکه می‌خواهند که کشور سوریه را تصرف کنند و برای تو غیر از سلطنت آمورو باقی نمی‌ماند، آن هم مشروط بر اینکه بماند. پادشاه آمورو خیلی خندید و گفت: سینوهه، من میل دارم که مانند تو تحصیل کنم تا اینکه دانشمند شوم و مثل تو به کشورهای دیگر مسافرت کنم تا اینکه از علوم ملل بیگانه برخوردار گردم، ولی چون باید کشور خود را اداره نمایم فرصت مسافرت به ممالک دیگر را ندارم. صحبتهایی که من با پادشاه آمورو کردم به من فهمانید که هر چه زودتر از کشور وی مراجعت کنم بهتر است، زیرا فرعون مصر اگر در صدد برایت انتقام خون محصل خود را بگیرد به کشور آمورو قشون خواهد کشید و بعد از ورود نیروی مصر به آمورو حضور من در آن کشور خوب نیست، و شاید پادشاه آمورو از فرط خشم نسبت به مصری ها مرا به قتل برساند. لذا روز دیگر به پادشاه گفتم:
مدتی است که من میهمان تو هستم و نمیخواهم بیش از این میهمان نوازی تو استفاده نامطلوب کنم. و اگر تو یک تخت روان در دسترس من بگذاری، ولی در آنجا نخواهم ماند، بلکه به مصر مراجعت خواهم نمود، زیرا آرزوی نوشیدن آب نیل را در خاطر میپرورانم. من راست میگفتم، چون فکر میکردم که میباید به مصر برگردم و نتیجه تحقیقات خود را در کشورهای بیگانه به اطلاع هرمهوب فرمانده قشون مصر برسانم. پادشاه آمورو گفت: پرندهی که آشیان بنا نمی کند هرگز آسود خاطر نیست و تو بعد از مدتی مسافرت در کشورهای جهان بهتر است که از این جهانگردی صرف نظر کنی و در این کشور سکونت نمایی. و اگر تو مایل باشی که در این شهر بمانی، من برای تو یک خانه خواهم ساخت و یکی از دخترهای زیبای این شهر را به تو خواهم داد که او را زوجه خود نمایی. من شوخی کنم به او جواب دادم: بدترین کشورهای جهان کشور آمورو می باشد و زنهای کشور تو بوی بوز سال خورده به مشام می رسد و من میل ندارم که در این کشور بمانم و با زنی که بوی بد از اون به مشام می رسد زندگی کنم. وانگهی مدتی است که من از مصر دور هستم و به یاد وطن افتادم و می خواهم برگردم تا اینکه صدای مرغابی ها و قاز های سواحل نیل را بشنوم و در سایه نخل های مصر بنشینم و گوش به آواز ملاحان رود نیل بدهم و آفتاب گرم مصر بر بدن من بتابد و بعد وارد دارالحیات شوم و محصلین جوان مصر را از معلومات طبی خود برخوردار کنم تا اینکه ارزش علمی دارالحیات که پیوسته بزرگترین مدرسه طبی جهان بوده محفوظ بماند. پادشاه آمورو گفت: با اینکه من میل ندارم تو از اینجا بروی، چون مایل به ادامه توقف نیستی، برای تو تخت روان فراهم خواهم کرد و عده‌ای سرباز با تو می‌فرستم تا تو را به ازمیر برسانند، زیرا خشم سوریانی‌ها طوری علیه مصریان برانگیخته شده که ممکن است در راه تو را به قتل برسانند. من که نمیتوانستم یک مرتبه دیگر با عرابه‌های جنگی مسافرت کنم، با تخت روان از پایتخت آمورو مراجعت کردم و سربازهای وی مرا به ازمیر رسانیدند. به محض رسیدن به ازمیر به کاپتا گفتم: زود خانه ای را که در اینجا داریم بفروش، برای اینکه بعد از این محیط ازمیر و سوریه برای ما و هر کس که مصری میباشد خطرناک شده و ما باید مراجعت نماییم. فصل 27 مراجعت به مصر برای دیدن هرمهوب. من راجع به مسافرت خود برای بازگشت به مصر چیزی نمیگویم، جز اینکه وقتی کشتی به حرکت درآمد، هر قدر به مصر نزدیکتر می شدیم، من زیادتر احساس بی صبری می کردم و نمی توانستم آرام بگیرم و دائم روی صحنه کشتی قدم می زدم. چون شتاب داشتم که زودتر به مصر برسم و وقتی کشتی در شهرهای ساحلی سوریه لنگر می انداخت، من در وضع زندگی و رسوب اهالی مطالعه نمی نمودم، چون خسته شده بودم. حتی رنگ کوههای سوریه هنگام غروب خورشید که مانند رنگ ارغوان بود مرا به هیجان نمی آورد. در سوریه فصل بهار فرا رسیده بود و چلچله ها در آسمان پرواز می کردند و صفیر می کشیدند و وقتی در شهرهای ساحلی توقف می کردیم، صدای آنها را بالای سر خود می شنیدیم. کاهنان خدای بعل یعنی خدای سوریه به مناسبت وصول بهار از معبدها بیرون آمده در کوچه ها نعره می زدند و صورت را می خراشیدند و در قفای آنها زنها و دخترهای جوان عرابه هایی می کشیدند که مردم می باید در آنها برای خدای بعل هدایا بگذارند. و
ولی تمام اینها در نظر من به مناسبت آن که می‌خواستم به مصر برگردم بدون اهمیت بود و من میل نداشتم که یک مرتبه دیگر آن مناظر را تماشا کنم، زیرا در گذشته آنها را دیده بودم. وضع من در آن موقع که می‌خواستم به مصر مراجعت کنم مانند دانشمندی بود که عاشق زنی شده و می‌داند که باید به ملاقات آن زن برود یا زن مزبور به خانه اش بیاید و این دانشمند نمی‌تواند دیگر صفحات پاپیروس یعنی کاغذ مصری را که از یک نوع گیاه به دست می‌آمد را نخواند و اگر بخواند از علومی که روی صفحات نوشته شده چیزی نخواهد فهمید، مگر اینکه زن مذکور را ببیند و آن وقت حواسش برای خواندن کتاب جمع می شود. من هم به مناسبت اینکه می دانستم به مصر می روم و وطن خود را می بینم از مشاهده مناظر شهرهای سوریه و رسوم و آداب سکنه آن بیزار بودم. می خواستم خود را به طبس برسانم و در آغاز شب در کوچه های شهر قدم بزنم و از مقابل خانه هایی که از گل ساخته شده بگذرم و اجاق هایی را که در مقابل خانه ها نهاده روی آن ماهی سرخ می کنند ببینم و با نفس های خود بوی ماهی را استشمام نمایم و باده مصر را به دهان بریزم و طعم آن را روی زبان مزه کنم و با آن رود نیل که بوی لجن می دهد ولی آن لجن برای من معطر است خود را سیراب نمایم. می خواستم زودتر به مصر برسم تا اینکه روی پاپیروس هایی که در سواحل نیل می روید راه بروم و آن گیاه را زیر قدم های خود حس کنم. بوی گل های وحشی سواحل نیل به مشامم برسد و وقتی خورشید طلوع می کند و به ستونهای رنگ و رنگ معبد آمون میتابد درخشندگی الوان آنها را ستایش نمایم. با اینکه در شهر طبس به طوری که در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم، مرور زمان روی بدبختی ها غبار فراموشی گسترده بود و در آن موقعی که به مصر برمیگشتم نه خود را نیکبخت میدیدم و نه بدبخت، بلکه درد وطن داشتم و می‌خواستم بروم و خود را در محیطی که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و خیش را شناختم ببینم. وقتی به سواحل ارض سینا رسیدیم، با اینکه فصل بهار بود، بادی که از خشکی به دریا می‌وزید، هنگامی که به صورت ما برمی‌خورد، صورت را می‌سوزانید، زیرا صحرای سینا یکی از نقاط گرم جهان است. بعد از اینکه مدتی در طول ساحل سرخ رنگ سینا بحر پیمایی کردیم، به جایی رسیدیم که رنگ دریا زرد شد و ملاحان کوزه‌ای که به تناب بسته بودند وارد دریا کردند و بعد از اینکه پر از آب شد بیرون آوردند و من از آب مزبور نوشیدم. حس کردم که تقریبا شیرین است و طعم آب لجن آلود نیل را می دهد، زیرا آب شیرین و لجن آلود نیل وقتی وارد آب شور دریا می شود مدتی روی آن باقی می ماند و با آب شور مخلوط نمی شود. آن روز وقتی آب نیل را نوشیدم به کاپتا غلام خود گفتم این آب در ذائقه من از بهترین شراب ها لذیذتر است، ولی کاپتا گفت آب در همه جا آب است ولو درون رود نیل باشد و نمی تواند جای شراب را بگیرد. گفتم من از این جهت از نوشیدن این آب خوشبختم که می دانم به مصر رسیده ایم. کاپتا گفت هر وقت من خود را در یکی از دکه های طبس یافتم و مشاهده کردم که سبویی پر از آبجو مقابل من نهادند و وقتی آبجو را می نوشم دانه های جو وارد دهانم نمی شود، یقین حاصل می کنم که به مصر رسیدم، زیرا در خارج از مصر کسی قادر به تهیه آبجوی مرغوب نیست و طور این آشامیدنی را تهیه می نمایند که انسان اول باید آن را صاف کند تا دانه های جو دور شود و بعد بنوشد. ولی به فرض اینکه خود را در مصر بیابیم، من تصور نمی کنم که در وضع زندگی من تغییری حاصل شود، زیرا یک غلام بودم چه در مصر و چه در جای دیگر. گفتم کاپتا، مسافرت های طولانی ما تو را جسور کرده به طوری که گاهی فراموش می نمایی که غلام من هستی و طوری جواب می دهی که هر کس بشنود فکر می کند حق داری با من مباحثه کنی، و اگر در مصر بودیم من یک چوب خیزران از کنار نیل می کندم و چند ضربت با آن چوب نازک به شانه ها و پشت تو می کوبیدم و
و آن وقت تو می فهمیدی که یک غلام هستی و حق نداری که با آقای خود مباحثه کنی. کافتا دو دست را روی زانو نهاد و رکوع کرد و گفت: ارباب من، تو هم طبیب هستی و هم یک خطیب هنرمند، برای اینکه میدانی که در هر موقع چه کلمات را باید بر زبان آورد، و آنچه اکنون گفتی مرا به یاد ضربات عصا و خیزران انداخت و به خاطر آوردم که ضربات عصا و چوب خیزران بیش از طعم آب لجنالود رود نیل و صدای مرغابی ها و قاز ها و بوی ماهی سرخ کرده و رایحه بخور معبدهای طبس مظهر و معرف مصر می باشد، زیرا هزارها سال است که در این کشور غلامان را با ضربات عصا و چوب خیزران تأدیب می کند و با نیروی این چوب هاست که در مصر هر چیز در جای خود قرار گرفته. هیچ کس پا از گلیم خیش درازتر نمی کند و با اینکه هزارها سال از ایجاد مصر می گذرد هیچ چیز در آن تغییر نکرده است. و اکنون که می دانم که باید ضربات چوب خیزران را دریافت کنم، عقیده حاصل کردم که به مصر رسیدیم و دوره مسافرت‌های طولانی ما که من در طی آن بسی چیزهای عجیب دیدم سپری گردیده است. آه ای چوب خیزران، خدایان مصر به تو برکت بدهند سینوهه، زیرا می توانی هر کس را به جای خود بنشانی و مانع از این شوی که کسی از حد خیش تجاوز نماید. بعد از این حرف کاپتا از فرط تأثیر گریست و سپس به گوشه ای از صحنه کشتی رفت و خوابید و تا هنگامی که کشتی ما وارد بندر شد کاپتا در خواب بود. وقتی کشتی وارد شط نیل شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربرانی مصری که جز یک لنگ لباس دیگر نداشتند افتاد و مشاهده کردم که ریش‌ها را تراشیدند، متوجه شدم که چقدر از البسه بلند و ریش‌های مجعد سوریانی‌ها نفرت دارم. در سوریه مرد و زن فربه بودند، در صورتی که بعد از ورود به مصر دیدم زنها و مردها باریکندام می‌باشند و بدن آنها بر اثر پی فربه نگردیده است. حتی بوی عرق بدن باربران در شامه من لذت بخش جلوه می نمود و همین که اسم من و کاپتا را نوشتند، کاپتا خود را اهل سوریه معرفی کرد تا اینکه کسی مزاحم وی نشود، زیرا غلام فراری بود و ما از کشتی خارج شدیم و من لباس پشمی سوریانی را از خود دور کردم و لباس کتانی مصر را پوشیدم. بعد از اینکه دو روز در بندر استراحت نمودیم، سوار یک کشتی که به طرف طبس می رفت شدیم و از آن پس مسافرت ما روی نیل شروع گردید. و ما که مدتی بود مناظر مصر را نمی دیدیم، از بام تا شام روی کشتی سواحل یمین و یسار را از نظر می گذرانیدیم و از مشاهده روستاییان اوریان که گاوهای خود را برای شخم کردن اراضی می راندند و شنیدن صدای مرغابی و قازها و لکلک ها لذت می بردیم. به محض اینکه کشتی در یک بندر شطی توقف می کرد، کاپتا از کشتی خارج می شد، خود را به یک دکه می رسانید و یک سبو آبجوی مصری می نوشید و مشاهدات خود را در کشورهای دیگر برای کارگرانی که در دکه بودند بیان می نمود و آنها طوری از صحبتهای کاپتا حیرت می کردند که به خدایان مصر پناه می بردند. هر قدر که به طبس نزدیک می شدیم، سکنه دو طرف رود نیل افزایش می یافت و در نزدیکی طبس طوری مزارع و قرا به هم چسبیده بود که ما مثل اینکه از وسط دو شهر که یکی در ساحل راست و دیگری در ساحل چپ قرار دارد عبور نماییم. یک وقت در طرف مشرق رود نیل سه کوه که پنداری سه نگهبان دائمی شهر طبس هستند نمایان شد و بعد دیوارهای بلند شهر و معبد عظیم آمون و امارات منظم به آن و دریاچه مقدس آشکار شد. وقتی که من شهر انبات را در مغرب رود نیل دیدم بسیار متاثر شدم. گفتم که شهر انبات مکانی است که مردگان را بعد از اینکه مومیایی شدند در آنجا دفن می‌نماید و آرامگاه تمام فرعونی و ملکه های مصر در آنجاست و مزار آنها با ابنیه سفید رنگ می‌درخشد و مقابل هر یک از مقابر ملکه های مصر درخت کاشته شده و در فصل بهار، فصلی که ما وارد مصر شدیم، آن درخت ها گل می کنند.
من از این جهت بعد از دیدن شهر اموات متأثر شدم که به خاطر آوردم پدر و مادر من در جلد یک چرم گاو نزدیک آرامگاه یکی از فرائنه آرام گرفتند، زیرا من که قبر آنها را برای عشق یک زن طماع فروخته بودم نمی توانستم که آنها را در قبر خودشان دفن کنم یا قبری جدید برای پدر و مادرم خریداری نمایم تا اینکه در دنیای دیگر بدون خانه نباشند. در طرف جنوب آنجا که رود نیل یک خم وسیع پیدا می کند، کاخ فرعون در وسط درخت های سبز به رنگ زرین می درخشید و من فکر می کردم که آیا هرمهب فرمانده قشون مصر هنوز در آن کاخ سکونت دارد یا نه به چشم می خورد. هنگامی که من از مصر می رفتم به این مردی مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت، لیکن هیچ کس از مقتضیات قضا و قدر آگاه نیست و نمی داند مردی که امروز نزد پادشاهی دارای تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد یا نه. هنگامی که من از مصر می رفتم وی مردی مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت، لیکن هیچ کس از مقتضیات قضا و قدر آگاه نیست و نمی داند مردی که امروز نزد پادشاهی دارای تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد یا نه. کشتی ما در اسکله طبس نزدیک محلی که من در آن بزرگ شده بودم توقف نمود و یک مرتبه مثل این بود که من کودک هستم و خود را وسط مناظر همیشگی دوره طفولیت می‌بینم. از به یاد آوردن خاطرات دوره کودکی و جوانی مسرور و هم محزون شدم و خیلی بر حال پدر و مادرم افسوس خوردم، زیرا آن دو نفر در همه عمر خود را گرفتار رنج کردند تا اینکه بتوانند مرا دارای سواد کنند و به مدرسه بفرستند، ولی من بر اثر جوانی و وسوسه یک زن به آنها خیانت کردم و قبرشان را فروختم. طوری شرمنده شدم که میخواستم صورتم را بپوشانم که سکنه طبس مرا نبینند و نگویند این است سینوهه حق ناشناس که والدین خود را در دنیای دیگر بدون کاشانه کرد. قبل از اینکه من وارد طبس شوم برای زندگی خود در آن شهر نقشه معین نداشتم، چون وضع زندگی من در آنجا مربوط به این بود که هرمهب را ببینم و بدانم او برای اینکه گزارش مرا دریافت کرده چی خواهد گفت. ولی به محض اینکه قدم به شهر طبس نهادم دریافتم که من در آن شهر مثل سابق پزشک خواهم شد، ولی نه یک پزشک بزرگ و معروف، بلکه طبیبی که در محله فقرا سکونت می کند و بیماران بی بضاعت را معالجه می نماید. با اینکه می دانستم که قصد ندارم که معلومات خود را که در کشورهای بیگانه فرا گرفته بودم وسیله شهرت و ثروت خیش قرار بدهم و عزم دارم که در محله فقرا سکونت نمایم، حس کردم که خوشبخت و آرام شدم. اگر پزشکی دیگر به جای من بود و آن همه معلومات در کشورهای دیگر فرا می گرفت، بعد از مراجعت به طبس در یکی از محلات اغنیا سکونت می کرد و نام خود را روی یک کتیبه زیبا بالای خانه می نوشت تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت به دیگران ممتاز است و کسانی که برای معالجه به او مراجعه می نمایند باید هدایای گرانبها به او بدهند. ولی شگفتا که من با این که می‌خواستم در محله فقرا زیست کنم و گمنام باشم، خود را از این فکر خوشوقت می‌دیدم و این موضوع نشان می‌دهد که ما گاهی در مورد خواسته‌های خودمان نیز اشتباه می‌کنیم و نمی‌دانیم چی می‌خواهیم. جهان را زیر پا می‌گذاریم و از کشوری به کشور دیگر می‌رویم و معلومات یا سیم و زر می‌اندوزیم که بعد از مراجعت به وطن مثل یکی از توانگران زندگی نماییم و حشمت خود را به رخ دیگران بکشیم. ولی پس از مراجعت حیرت زده می‌بینیم آنچه به ما لذت می‌دهد زندگی کردن در گوشه‌ای با گمنامی است.
باربران اسکله اطراف ما را گرفتند تا اینکه بار ما را از کشتی خارج کنند و به یکی از مهمانخانه ها منتقل نمایند. مزدی گزاف هم از ما بگیرند، زیرا در همه جا وقتی مسافری وارد شهری می شود باربران از او بیش از دیگران اخاذی می کنند. ولی من به کاپتا گفتم که میل ندارم که به مهمانخانه بروم و به باربران بگو که بار ما از کشتی خارج نخواهد شد. کاپتا گفت: مگر قصد نداری در این شهر توقف کنی؟ گفتم: قصدم این است که به تو بگویم که بیدرنگ در محله فقرا خانه ای برای من خریداری کن و این خانه باید حتی امکان نزدیک خانه ای که پدر و مادرم در آن زندگی می کردند باشد و نیز باید خرید خانه امروز به اتمام برسد که من از فردا بتوانم در خانه خود به طبابت مشغول شوم. کاپتا از این حرف خیلی ناراضی شد، زیرا تصور می کرد که ما در یکی از مهمانخانه ها سکونت خواهیم کرد و غلامان عهده‌دار خدمات او خواهند شد، ولی ایرادی نگرفت و سر را پایین انداخت و رفت. همان شب من در خانه جدید خود که قبل از من به یک مسگر تعلق داشت و در محله فقرا واقع شده بود روی زمین نشستم. در خانه های طرفین و مقابل زنها روی اجاق‌های مقابل منزل مشغول سرخ کردن ماهی بودند و بوی ماهی سرخ شده از تمام محله استشمام می شد. قدری که از شب گذشت چراغ‌های منازل عمومی روشن گردید و از درون آن منازل صدای موسیقی سوریانی و آواز ملاحان مست برخاست و وقتی آسمان را می نگریستم می دیدم که از نور چراغ‌های مرکز شهر قرمز رنگ شده است. بعد از سالها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم، به جای اول یعنی خانه خود مراجعت کردم و متحیر بودم من که در سوریه و بابل و کرت آن مناظر زیبا را دیدم و روغنهای معطر را استشمام کردم، چگونه از بوی مکروه ماهی سرخ شده و مشاهده مناظر فقر و فاقه همسایگانم لذت می‌برم. صبح روز بعد به کاپتا گفتم که یک کتیبه ساده بدون نقش بالای خانه من نصب کن که مردم بدانند این منزل یک طبیب می باشد و وقتی بیماران می آیند به آنها نگو که من یک طبیب معروف هستم، بلکه فقط نام مرا ببر و توضیح بده که این طبیب بیماران فقیر را می پذیرد و هر کس می تواند به قدر بضاعت خود به او حق العلاج بدهد. کاپتا گفت: ارباب من، چرا تو که یک طبیب بزرگ و معروف هستی و بر اثر مسافرت در کشورهای دیگر جهان معلومات فرا گرفته ای خود را طبیب فقرا می کنی؟ آیا آب مرداب را که تولید مرض می کند نوشیده ای؟ یا اینکه عقرب تو را گزیده که اینطور فکر می نمایی؟ گفتم: کاپتا، آنچه به تو می گویم بپذیر و دستور مرا به انجام برسان، وگرنه از خانه من برو و هر طور که میل داری زندگی کن، زیرا من می دانم که تو آنقدر از من دزدیده ای که می توانی امروز خانه ای خریداری کنی و زنی را به همسری خود درآوری. کاپتا گفت: ارباب من، اگر تو تب نداشته باشی اینطور حرف نمی زنی و صحبت رو به میان نمی آوری و من مردی نیستم که زن بگیرم و پیوسته در خانه با او مشاجره کنم و زن نان مرا بخورد و هنگام نزاع با عصا یا خیزران به جان من بیفتد و وقتی انسان میتواند آزاد باشد و با نهایت آسودگی زندگی کند، به نظر من زن گرفتن دیوانگی است. ولی چون تو ارباب من هستی، اگر روی حسیر بخوابی من هم باید روی حسیر بخوابم، ولی نمیتوانم از ابراز تأسف خودداری کنم، برای اینکه میبینم که کار تو دیوانگی است، زیرا فقط یک دیوانه یک گوهر را زیر مقداری از فضولات چهار پایان پنهان می کند و تو هم علم و حذاقت خود را زیر ژنده های فقرا پنهان می نمایی. گفتم: کاپتا، وقتی انسان به دنیا می آید خواه غنی خواه فقیر عریان قدم به جهان می گذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج می برند و باید هر دو را معالجه نمود. کاپتا گفت: ولی بین هدیه‌ای که یک غنی بعد از معالجه خود می‌دهد با یک فقیر خیلی تفاوت وجود دارد. اگر من غلام فطری بودم و هنگام تولد غلام به شمار می‌آمدم، می‌توانستم نظریه تو را بپذیرم
ولی چون بدون آزاد بودم و بعد غلام شدم، نمیتوانم بپذیرم که غنی و فقیر در نظر انسان متساوی باشد. گفتم کاپتا، من بیمار غنی و بیمار فقیر را به یک چشم نگاه میکنم و برای مزید اطلاع تو میگویم که اگر طفلی بی والدین را پیدا کنم، او را به فرزندی خواهم پذیرفت. کاپتا گفت این کاری بیفایده است، برای اینکه اطفال بی والدین را در معبدهای مخصوص نگهداری می نمایند و آنها کاهن از درجه پایین می شوند و بعضی از آنها را مبدل به خواجه می کنند و به منازل اغنیا می فرستند که خدمتگزار یا مستحفظ زنها باشند و این خواجه ها در منزل اشراف به طور قطع بهتر از خانه والدین خود اگر زنده می ماندند زندگی می کنند. اگر تو خواهان طفل هستی، از زن گرفتن خودداری کن و با هیچ زن کوزه نشکن و در عوض از یکی از زنهای جوان که استطاعت نگهداری کودک خود را ندارد بخواه که بعد از تولد طفل خود را به تو واگذار کند و او 10 مرتبه از خدای آمون تشکر خواهد کرد که تو را در سر راه او قرار داده تا این که طفلش را از ری بگیری و بزرگ کنی. اگر نمیخواهی طفل دیگران را بزرگ کنی، کنیزی جوان و زیبا را خریداری کن که هم برای تو بچه بیاورد و هم در کارها به من کمک نماید، زیرا من پیر شدم و کارهای خانه بر من دشوار گردیده و گاهی دستهایم میلرزد. من باید هم به کارهای خانه برسم و هم پول خود را به کار بیندازم تا اینکه نفعی از آن آیدم گردد. گفتم من میل ندارم که یک کنیز خریداری کنم، ولی تو می توانی که برای کارهای خانه یک خدمتکار استخدام نمایی، زیرا حق داری که از این به بعد در خانه من استراحت کنی و این پاداش خدمات گذشته و وفاداری تو می باشد. و چون می دانم که در این شهر به دکه خواهی رفت، خواهی توانست از صحبتهایی که در دکه می شنوی اطلاعاتی تحصیل نمایی و برای من بیاوری، زیرا در هیچ نقطه مانند می فروشی مردم از روی صمیمیت صحبت نمی کنند و بسیاری از اشخاص که هرگز باطن خود را بروز نمی دهند، پس از اینکه می نوشند به حرف در می آیند و آنچه در دل دارند می گویند. بعد از این گفته من از منزل خارج شدم تا اینکه یکی از آشنایان قدیم را پیدا کنم و به سراغ هرمهو فرمانده ارتش مصر بروم. به دکی که می دانستم توتمس دوست هنرمند من به آنجا می رود رفتم و سراغ او را گرفتم. میفروش به من گفت نمیدانم که وی کجاست و چه میکند، زیرا مدتی است که به این دکه نیامده، ولی قبل از اینکه ناپدید شود میدیدم که شکل گربه ها را میکشید. من با حیرت پرسیدم برای چه شکل گربه ها را میکشید؟ میفروش گفت برای اینکه مجبور بود که از این راه تحصیل معاش نماید و برای کتابی که در مدرسه بچه ها میخوانند شکل گربه بکشند. من از دکه خارج شدم و به خانه سربازها، یعنی سربازخانه، رفتم که در آنجا هرمهوب را ببینم، ولی مشاهده کردم که خانه سربازها کم جمعیت است و دیگر مثل گذشته سربازها در وسط حیات مشغول زورآزمایی نیستند و به وسیله تیر و کمان نشان زنی نمی کند و از دور به طرف کیسه های پر از کاه و علف خشک نیزه پرتاب نمی نماید. یک افسر جز در حیات ایستاده انگشت های پا را در خاک فرو می برد و به زبان حال از من می پرسید که برای چه آنجا آمدم و چه کار دارم. من از وی پرسیدم که آیا هرمهوب در آنجاست و اگر نیست در کجا می توان او را یافت. افسر جز مزبور بعد از اینکه اسم هرمهوب را شنید سر فرود آورد و من از این احترام دریافتم که هنوز هرمهوب دارای مقام فرماندهی می باشد. محازا برای مزید اطمینان از او پرسیدم که آیا هرمهوب کماکان فرمانده قشون هست یا نه؟ افسر جز گفت بله، او مثل سابق فرمانده قشون مصر می باشد، ولی اکنون در اینجا نیست و به سرزمین کوش رفته تا اینکه ساخلوهای آنجا را منحل کند و سربازانی که ساخلو هستند مرخص نماید و معلوم نیست که چه موقع مراجعت خواهد کرد. من یک حلقه نقره به افسر جز دادم و او از مشاهده ی حلقه مزبور بسیار حیرت کرد و از عرشه نخوت فرود آمد و به من خندید و گفت
هرمهوپ یک فرمانده بزرگ می باشد برای اینکه می فهمد که سربازها چه می خواهند و چگونه باید با آنها رفتار کرد. ولی فرعون مانند یک بز است و از وضع و روحیه سربازها اطلاع ندارد و به حال آنها توجه نمی کند. به همین جهت اینک که هرمهوپ اینجا نیست، به طوری که می بینی خانه سربازها خالی می باشد و سربازها رفتند تا اینکه گدایی کنند و شکم خود گیر نمایند. و اما من چون افسر جز هستم نمی توانم برای گدایی بروم و از آمون خواهانم که به مناسبت این حلقه نقره به من تو را مبارک نماید، زیرا چند ماه هست که من نتوانستم به میخانه بروم و آب جو بنوشم و امروز به می فروشی خواهم رفت و خواهم نوشید و قبل از اینکه ما را سرباز کنند به ما وعده می دادند که اگر سرباز شویم فلزات زیاد نصیب ما خواهد شد و هر قدر غذا بخواهیم در دسترس ما قرار می گیرد و شکم ما پیوسته پر از خوردنی و نوشیدنی می شود. از خانه سربازها خارج شدم و به دارالحیات رفتم تا اینکه سرشکاف فرعون را در آنجا ببینم. ولی در آنجا به من گفتند که سرشکاف فرعون 2 سال قبل مرده و لاشه او را در شهر اموات دفن کردند. از صحبت‌هایی که در دارالحیات با من کردند دانستم که فرعون به پیروی از خدای خود موسوم به آتون سربازهایی را که پدرش اجیر کرده بود مرخص می‌نماید، برای اینکه می‌گوید که با همه با صلح و صفا زیست خواهد کرد و احتیاج به سرباز ندارد. در آغاز این شرح گفتم که مدرسه دارالحیات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خواستم بروم و وضع معبد را ببینم تا اینکه خاطره جوانی را به یاد بیاورم. مشاهده کردم که کاهنان با سرهای تراشیده آلوده به روغن و لباسهای سفید مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطراف را می نگرند و مثل این است که می ترسند کسی صحبت آنها را بشنود و وقتی مرا دیدند نظرهای تند حاکی از سوء ظن به طرف من انداختند و شاید تصور کردند که من جاسوس هستم. من از مقابل مجسمه‌های بزرگ فرعونی گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتهای معابد رسانیدم و در آنجا با تعجب دیدم که یک معبد جدید به وجود آوردند. وقتی من در معبد آمون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم می شد که بعد از خروج من از معبد آمون و پس از اینکه از طبس خارج شدم آن را ساختند. وقتی وارد معبد مزبور شدم دیدم که دیوار ندارد بلکه حیاتی است وسیع که ستونهای مرتفع اطراف آن را گرفتند و یک طرف حیات باز یعنی بدون ستون می باشد و محراب معبد آنجاست. به محراب نزدیک گردیدم و مشاهده کردم به جای اینکه هدایای معمولی یعنی گوسفند قربانی شده و مطهرات روی محراب بگذارند گندم و گل و میوه آنجا نهادند و بالای محراب یک نقش سنگی بزرگ به وجود آورده بودند که خدای آتون را به شکل دایره نشان می‌داد و از این دایره شعاعهایی به اطراف کشیده شده بود و هر شعاع منتهی به یک دست می‌شد و هر دست یک صلیب حیات را نگاه می‌داشت. کاهنان این معبد دارای لباس سفید بودند بدون اینکه سرها را تراشیده باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقتی من وارد معبد مزبور شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده سرود مقدس می‌خواندند. گوش فرا دادم و متوجه شدم که آهنگ سرود در گوش من آشنا می‌باشد و آن را در اورشلیم واقع در کشور سوریه شنیدم. ولی از تمام چیزهای این معبد عجیبتر مجسمه فرعون بود که بالای ستونها به نظر می رسید. من ستونها را شمردم و دیدم 40 ستون است و روی هر ستون مجسمه سنگی فرعون بزرگتر از جثه او به نظر می رسید. مجسمه ها را طوری ساخته بودند که فرعون 2 دست را روی سینه نهاده، در یک دست شلاق و در دست دیگر عصای سلطنتی داشت و مجسمه ها محراب را می نگریستند و من نمی دانم کدام مجسمه ساز طرح آن مجسمه ها را ریخته آنها را به وسیله شاگردان خیش ساخته بود
ولی می‌دانم که مجسمه‌ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را برعکس جلوه بدهد. مثلا فرعون دارای دست‌ها و پاهای لاغر است و در مجسمه‌ها دست و پا را طوری قطور کرده بودند که گویی دست‌ها و پاهای فرعون خیکی است که آن را باد کردند. از اعضای بدن گذشته مجسمه ساز صورت فرعون را مسخ نموده بود. تمام هنرمندان و مجسمه سازان گذشته که مجسمه فرعونی قدیم را می ساختند می کوشیدند که یک مجسمه شبیه به اصل آن باشد و کسی که هزارها سال بعد مجسمه یک فرعون را می بیند بداند که شکل او چگونه بوده است. ولی هنرمندی که مجسمه فرعون را تراشیده بود توجه به شباهت نداشت و وقتی انسان صورت فرعون را با زوایای بزرگ و کوچک و گونه های برجسته و صورت دراز می دید به وحشت می افتاد. و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده می نمود می گفت که این مکتب جدید هنری است و در هنر جدید شکل اشخاص و اشیا نباید با خود آنها شباهت داشته باشد، بلکه هنرمند هر طور که اشخاص و اشیا را می‌بیند باید صورت و اندام آنها را بکشد یا مجسمه ی آنان را بسازد. و چیز دیگر که باعث حیرت من می‌شد این که چگونه فرعون مصر آمنهوتپ موافقت کرده است که مجسمه‌های او را با این شکل بتراشند و آیا خود او نیز خیش را همینطور می‌دید و لذا بر مجسمه سازی را نگرفته و او را مانند کسانی که مرتکب کفر می شوند به دار نیاویخته است. من متوجه شدم که در معبد جدید تماشاچی زیاد نیست و تماشاچیان دو دسته بودند. عده‌ای از آنها که لباس کتان در بر و قلاده زر بر گردن داشتند و معلوم بود که از درباری‌های مصر هستند و چون می دانند که معبد جدید مورد توجه فرعون است برای تملق به آنجا آمدند و دسته دیگر عامه مردم به شمار می آمدند که با حیرت سرود کاهنان را می شنیدند و برای اینکه نمی توانستند معنای آن را بفهمند و آهنگ سرود در گوششان عجیب جلوه می نمود و آنها از طفولیت با سرودهای خو گرفته بودند که از زمان ساختمان اهرام در معبدهای مصر خوانده می شد، آن سرودها طوری در روح آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم می شنیدند معنای آن را می فهمیدند. ولی سرودهای جدید برای گوش و روح آنها نامانوس بود. پس از اینکه سرود خوانده شد، مردی که از وضع او معلوم بود که از زار این است و از صحرا آمده به کاهنان نزدیک شد و از آنها پرسید که آیا ممکن است یک طلسم یا چشم از گوسفندها و گاوهای قربانی شده که خطر را دفع می کند به بهای ارزان به او بفروشند که با خود ببرد و از مخاطرات محفوظ باشد؟ کاهنان در جواب آن مرد گفتند که خدای آتون طلسم و چشم قربانی نمی فروشد و احتیاج به آنها ندارد، بلکه هر کس به او معتقد شود او را مورد حمایت و حفاظت خود قرار خواهد داد بدون اینکه هدیه ای از وی دریافت نماید. وقتی آن مرد این حرف را شنید رنگش متغیر شد و مراجعت نمود و شنیدم که غرغر می کند و می گوید که خدای آتون یک خدای دروغی است و بعد به سوی معبد دیگر یعنی معبد آمون به راه افتاد که از کاهنان معبد مزبور طلسم یا چشم قربانی دریافت کند. زنی از عوام الناس به کاهنان جوان نزدیک شد و گفت مگر خدای شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قربانی دریافت نمی کند و کسی برای او قربانی نمی نماید که شما گوشت بخورید و فر بشوید؟ و اگر خدای شما همانطور که می گوید نیرومند بود، کاهنان او می باید فربه باشند نه اینطور لاغر و ناتوان، و لاغری شما نشان می دهد که خدای ناتوان دارید، در صورتی که آمون قوی است و به کاهنان خود گوشت می خوراند و به همین جهت همه آنها فربه می باشند. یکی از کاهنان که قدری مسن‌تر از دیگران بود گفت آتون از قربانی نفرت دارد و نمی‌خواهد که خون جانوران را برای او بریزند و تو نباید در این معبد اسم آمون را ببری، برای اینکه آمون خدایی است دروغی و عنقریب تخت خدایی او سرنگون خواهد شد و معبد وی ویران خواهد گردید.
زن دو قدم عقب رفت و گفت: ای آمون، مطلع باش که من این حرف را نزدم، بلکه این مرد این حرف را زد و لعن تو برای فقط شامل او شود، نه من. زن به اتفاق افراد دیگر از عوام الناس که در آنجا بودند رفتند و کاهنان با شوخی و خنده خطاب به آنها گفتند: بروید بروید ای افراد بی ایمان و بدانید که آمون یک خدای دروغی است و طولی نخواهد کشید که نیروی او مثل علفی که به وسیله داس درو شود از بین خواهد رفت. آن وقت یکی از مردها خم شد، سنگی از زمین برداشت و به طرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ به صورت یکی از آنها خورد و صورتش مجروح گردید. کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آن مرد را دستگیر نماید، ولی آن مرد گریخت و نتوانستند دستگیرش کنند. آن وقت من به کاهنان نزدیک شدم و با ادب به آنها گفتم: من یک مصری هستم که چندی از این کشور دور بودم. قبل از اینکه از مصر بروم اسم خدای آتون را شنیده بودم، لیکن توجهی به او نداشتم و بعد هم به مناسبت دوری از مصر نتوانستم راجع به این خدا اطلاعاتی به دست بیاورم و اینک که مراجعت کردم، میل دارم بدانم که خدای آتون کیست و چه میگوید و چه میخواهد و چگونه باید او را پرستید. کاهنان قدری مرا نگریستند که بدانند که آیا قصد تمسخر دارم یا جدی صحبت میکنم، و بعد از اینکه متوجه شدند که سؤال من جدی است، یکی از آنها گفت: آتون یگان خدای حقیقی است. تمام خدایانی که قبل از آتون آمدند خدای دروغی بودند و همه ی آنهایی که بعد از وی میآیند نیز خدای دروغی خواهند بود. آتون آسمان و زمین و رود نیل و تمام جنبندگان را آفریده است و همواره بوده و بعد از این خواهد بود و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه باید او را بپرستند. این خدا برخلاف سایر خدایان که همه دروغی هستند از مردم هدیه نمی‌خواهد و مایل نیست که کسی برای او قربانی کند و غنی و فقیر را به یک نظر می‌نگرد و هر کس به او معتقد شود او را در پناه خود قرار می‌دهد. آتون برعکس خدایان دروغی هرگز نمی‌میرد و در همه جا هست و هیچ واقعه بدون اراده او انجام نمی‌گیرد. گفتم: این سنگ که اکنون صورت این کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب اراده آتون به صورت او خورد، زیرا تو میگویی که هیچ واقعه بدون اراده او به انجام نمیرسد. کاهنان وقتی این حرف را شنیدند با حیرت نظری به هم انداختند و گفتند: معلوم میشود که تو قصد داری ما را مسخره کنی. لیکن کاهنی که سنگ خورده بود با صدای بلند گفت: آری، این واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاد، زیرا من لایق او نیستم و او این واقعه را به وجود آورد تا اینکه من خود را لایق او بکنم. علت اینکه آتون این واقعه را برای من به وجود آورد این بود که من در روح خود از محبوبیتی که نزد فرعون دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم، و علت محبوبیت من نزد فرعون این است که دارای صدایی خوب می باشم و می توانم سرود بخوانم و فرعون وقتی دید که من حاضرم که به خدای او ایمان بیاورم مرا به معبد فرستاد و به این پایه رسیدم. گفتم: از قرار خدای آتون آنقدر توانایی دارد که می تواند فرعون را وادارد تا مردی را ناگهان از خاک بلند کند و وارد معبد نماید که وی کاهن شود. یکی از کاهنان گفت: فرعون ما توجهی به وضع مادی اشخاص ندارد، بلکه از نیرویی که آتون به او داده استفاده می کند و قلب دیگران را می خواند و می فهمد که آیا لایق ترقی هستند یا نه. گفتم: چگونه فرعون می تواند که قلب دیگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پی ببرد؟ زیرا فقط اوزیریس دارای این قدرت می باشد و توانایی دارد قلوب دیگران را بخواند. توضیح حاشیه: اوزیریس یکی از خدایان معروف مصر بود و چون نام این خدا در تواریخی که در اروپاییان راجع به مصر نوشتند زیادتر ذکر شده، در بین خدایان مصری بیشتر معروف می باشد. مترجم ادامه متن:
وقتی من این حرف را زدم، کاهنان بین خود شروع به صحبت کردند و مشورت می نمودند که جواب مرا چه بدهند. و یکی از آنها گفت: اوزیریس یک خدای درجه دوم، بلکه درجه سوم و چهارم، و آن هم موهوم است. اوزیریس وجود ندارد، بلکه وهم عوام آن را به وجود آورده. ولی آتون وجود دارد و خدای نامرئی و همیشگی است، و فرعون در این حال که انسان می باشد جوهر آتون را دارد. به همین جهت می تواند در آن واحد دارای چند شخصیت باشد، و علت این که می تواند قلب دیگران را بخواند برای این است که در آن واحد چند شخصیت دارد، و مثل این است که در یک آن چند نفر است. و به همین جهت هنرمندی که مجسمه فرعون را ساخته و تو آن مجسمه را بالای ستونها میبینی، وی را طوری ساخته که هم زن باشد و هم مرد، زیرا جوهر خدا در فرعون است، و به مناسبت این جوهر توانایی این را دارد که هم نیروی مذکر باشد و هم نیروی مؤنث. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید.